ای ای موچم 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 ای آرام وجود تو چجوری میخوای تا شب 20 میلیون پول جور کنی؟ تو کشوی داره به استاد پیداش کردم ای میگم باید بریم پس بریم میگم یه فکری هم داشتم البته ولی نه برشون تو بگو نه بابا اصلا غلطه ولیشون پس بریم پس میدی روز به باشون پیشبند بچگی تو داشتی اونو که دارم تو اون جعبه هست واقعا؟ تو پیشبند بچگی تو به خود میکشونی این بر اون بر؟ اکی من از چند هنرمند معروف امضا دارم عمرم بذارم با اسم استاد کلاه برداری کنی بابا خره کلاه برداری خود کلاه برداری کدومه؟ ما داریم به فرهنگ این کشور خدمت میکنیم مزخرف نگو حامد بابا اصلا خودت بیا نگاه کن آه. نگاه کن استاد تا یک قرون آخر اینو چک کشیده موجودی صفر حالا ما الان 20 تومن چک بکشیم چی میشه ها؟ هیچ چکش برگشت میخوره بعد استاد ممنوع الخروج میکنن دیگه برای 20 تومن کسی زندان که نمیندازن عوضش استاد توی این مملکت موندگار میشه حالا تو این مدت شاید یه انگیزه خوبی هم برای ادامه زندگی پیدا کنی این بازی برد برده منو برد خودمون میفهمم برد استاد تو چی؟ برد استاد بلند مدته ببین هنرمند رو از ریشه در بیاری میخشکه یه ذره وسیع کن تو این مدت یه فیلمی چیزی بهش پیشنهاد میشه بازی میکنه آلبوم موسیقی جدید میده بیرون رو جلد 4 مجله میره اصلا میره تو اتوبوس 4 آدم بلند میشن جاشونو میدن به استاد دیگه استاد نمیخشکه این اگه خدمت به فرهنگ و هنر این مملکت نیست پس چی ها؟ ما هم که نمیخوایم این پوله رو بخوریم خواه اگه موندگار شد که چه بهتر کار میکنیم پول خورد خورد برمیگردونیم اگه هم رفت اون بر که خب شماره حسابی چیزی پیدا میکنیم و پوله رو میریزیم به اون حساب دیگه اما این ایده موندگارش میکنه روزبه برو برو اون پیشبند بچه که تو بیار نظر هنر این مملکت یتیم بشه راستی دکتر آرمان از حوادثی روز دنیا چه خبر؟ یه جا خوندم امسال یخهای قطبی چند میلیمتر بیشتر آب شدن یعنی که سطح آبای جهانی چند سانتیمتر بالاتر فکر کنم 40 سانت خب طبیعت یخ آب شدنه بله ولی اگه همینجوری پیش بره تو چند سال دیگه هممون زیر آبیم چند سال؟ 150-200 سال خب الهی شکر تو عمرم آقد نمیده فکر کنم قبل موازو به سلامتی دی باید بیشتر مراقب بشید این دوتا از وقتی استاد نجفیان رو دیدن مرموز شدن Yeah.
با میبینم که داری سر و سامون میگیری. سلام آقا سقا، دستتون درد نکنه. کمک نمیخواد؟ ممنونم با سقا، دستتون درد نکنه. آقا آمد مراقبش رو در و دیوار نزنید. چشم آقا سقا، حواسمون هست. مراقب این باشید دوازه تلویزیون. آرمانه تلویزیون رو بگیرید. مسعود بگیر از دستش، بگیر از دستش. تلویزیون میپکه. الان خودمون میام میبریم. الان خودمون. بابا جون تو چیزای نقلی بردار به من، به خودت رحم کن. شما چرا آرمان؟ چرا تو قفل شدی؟ بیا خود بده من بابا، بده من بابا وایس. اون لامپ هم سوخته، میخرم میخرم واسه تو، نگران یعنی رسول نجفیان همون روز اول انقدر از شما دو تا خوشش اومد که 20 میلیون بهتون چک داد. بالاخره ما یه اعتباری داریم واسه خودمونا. شما قدرت نفوذ کلامو هم در نظر بگیر. این سمساره چی واسه چک گیری نداد؟ نه اصلا براش مهم نبود. چکو گرفت انداخت تو ده، گفت من خرجش میکنم. او پس خدا رو شکر ساکت یه لحظه. تشکیل شد. در این نشست در ارتباط ویدیو کنفرانس با رؤسای دانشگاه علوم پزشکی الهی شکر. آقا بفرمایید. مرتضی دمت گرم بابا. قربونت بدوش، میشه جونت. قالو قرص مرخص. میشه جان. بابا مرتضی نمک یادت شد. به خاطر آرمان که همه نمک درست کردم. خواهیم. ممنونم ازم. مرتضی. دون قدرش بازید کوبه چرا؟ تو فکر این نیست بیمیم یه رستوران بزنیم. پول میخواد رستوران. به سمتتون نمیدیم. پر یه جایی سرمایه رو جور میکنیم دیگر. چه نمک میکنیم؟ باید پول توش آقا خوب پول در میاریم. باید وام بگیریم. تو این دست بخت بوده مردم کیف میکنم. فلفل هم نمیخوری؟ فلفل هم کم. نمک کلا نمیخوریم؟ دقت کردی سنگی به نون نمونده باشه؟ استاد الان موندنش به یه تار موی بنده ها. نگران نباش مهندسم، خیلی سر همین نخور نونا رو. کم زمان بله، شاید کار داره. روز به بزن زنگو. خرابه. خرابه؟ استاد گفت دیگه زنگ خرابه. تیزی داری؟
تیزی؟ سیده خودم دارم. حامه نکنه جلبش کردم، بدبخ شدیم. اقتصاد نمیدونی دیگه، آخه چه که بیمحل اصلا چیزی نیست که به خاطرش کسی رو بگیرم. چرا در رو باز نمی کنه؟ ببین اینم آدمه دیگه، بنده خدا داره جلعه وطن میکنه، شاید رفته میدون آزادی رو ببینه، رفته پیش رفقای قدیمیش گلبندک. اصلا رفته سوار مترو شده برای آخرین بار حضور عزیز مردم رو حس کنی، یه دهنم براشون بخونه. کجای دنیا آدم میتونه ترکی یه موتور بشینه همینطوری چراغ قرمز رد کنه ورود ممنوع بره؟ شاید الان استاد ترک موتور داره خلاف میکنه. روز به نمیدونی تو، آدم وقتی از این خاک میره دلش برای خیلی چیزا تنگ میشه. من نمیدونستم شما خارج از کشور زندگی کردی. من خودم نرفتم ولی خب ای بابا به دری که قرار باشه که تکیه نمیدن. سلام قربان. سلام گفتم. بفرمایید خیلی خوب. چه خبر؟ قابلتون رو درو واسه من درو می‌بندم. ممنونم از شما. بفرمایید. ببخشید بیرون در معطل شدید، داشتم با دخترم صحبت میکردم. من باید هر چی زودتر از ایران برم، برای دخترم نوام یه مشکل پیش اومده. استاد کمکی از دستمون ساخته است؟ نه تشکر. میدونین بچه ها اسباب اساسیه رو میشه دوباره خرید ولی خانواده رو هیچ وقت. ببخشید ممکنه بذارید تو بلندگو؟ بله بله بفرمایید. الو نسو نجفی ها؟ بله. ای نجفی ها تو که حسابت پردی چرا چک بیمه حل میکشی میدی دست مردم؟ من چک؟ آره چک 20 میلیونی نقدش میکنی یا بیان بکنم دون تو؟ کدوم تو؟ زندانو بیا آقا. ببخشید حتما اشتباهی شده، من چک نکشیدم. ببینم من تو رسول نجفی ها نیستی دوزه عروسک و مسافر ریشن و دلنگ دلنگ میکنی بوته یاسه بابا جون گوشه فلا تو خوردونه؟ بله درست میفرمی. خیلی خوب من خودتی دیگه نقد برنامه زیره زدنه. ببین رسول همونجا که هستی باش، من ماکو هم اگه تو هست خبر داری حسابت پر شده کیش، وگه نه هشت زدی اونجا پولت میکنم. قد کرد من دارم آلزایمر میگیرم، مثل این که من چک نکشیدم اونم 20 میلیون. بعد این آدرس و تلفن من از کجا داشت؟ در عوض به خودتونم ثابت شد که همه ایران میشناسنتون. ماکو دسته چکم کو؟ افتضاحی شد. آخ آره آینه رو یادمون رفت بگیریم. بیا برو بیرون بیشتر از این آبروریزی نکن. این بود خدمت فرهنگ که میگفتی؟
با گندی که بالا آوردی هم دختر و استاد تو غربت تنها میمونه، همون یارو میاد استاد فردا سکه یه پول میکنه. نه 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 نه، ببین ببین دست به من نزن. من نمیدونم چجوری عقلمو دادم دست تو اون تئوری مزخرف درباره فرار سرمایه ملی. تئوری که درسته، الان حکم جلب استاد که بیاد مطبوعات سریع خبرشو کار میکنن، بعد اسم استاد دوباره میفته سر زبونا، چی میشه؟ کارگردانا دونه دونه میان سراغش. کامه خجالت بکش، من فکر میکردم تو این دو سه روز تو داری ادای آدم های فرصت طلب و در میاری، ته وجودت یه جو انصاف هست. واقعا استاد متاسفم. روزمه روزمه ببین دست به من نمیزنی. بعدن همه چیز خوب پیش بره ازم تشکر می‌کنم. ببین یه کار سپرده این به این دوتا پتامتا. حالا الان میخواین چه غلطی بکنه؟ فکرشو بکن، در آهنی بازداشتگاه رو با صدای مهیبی رو نجفیان میبندن، سایه های راه راه میلا میفته رو صورتش، دختر چشم انتظار نشسته، نوش از فقدان پدر بزرگ چنان ضربه خورده که تا آخر عمر هر بار اسم پدر بزرگش رو بشنوه عشق تو چشاش حلقه میزنه. چی میگی آرمان؟ مگه جنایت مکافاته؟ ممنون نماروز به شما. چی جوری مغزده دادی دست این ابله؟ نمیدونم اشتباه کردم، گند زدم. بچا بابا ما دنبال مقصر نیستیم. چرا مرتضی؟ من مقصرم. نه بابا خودم هم یه جوری حلش میکنم. اول باید این وسایل رو ببریم سمساری، پولو بریزیم به حساب استاد. حتما اون یارو قبل از اینکه راه بیفته یه بار دیگه حسابو چک میکنه. راست میگه، به نظر منم همین کارو بکنیم. ببین اگه میخواین این مایتا برو پس بدین ها، باید از رو جنازه من رد چه. مسعود بچه نشو دیگه. خرت و پرتا رو نگه میداریم. مگه تو پول داری؟ یک و دیویز سی صدی داریم، دو تومن داریم. از کجا؟ گند دیگه ای که نزدیم. نه بابا، فقط فقط درابر مادر و استاد فروخته. فای صفحه انگلی صفحه. بابا آقا تفرشی، ما همین دیروزی هایی ما، اینا رو به ما دادی 20 میلیون، الان داری میگی 10 میلیون، انصافت کجا رفته؟ گفتم که آقا جان 10 میلیون یک کلام. خی چرا؟ برای که ازش خوشم نمیاد آقا جان، وگرنه دیروزم به این قیمت ها نمیفروختم. منطقی میگه مسعود. الان خالی کنی؟ خالی کنی 10 میلیون. یارو که وسایل 10 تومن بیشتر بر نداشت، میمونه یه 10 تومن دیگه. برم ببینم از کجا میتونم جورش کنم. حامد، حامد کجا داری میری؟ الان اعصابت خورده. بیاریم تو خدا بزرگه، یه فکری برشون کن. بیا بیا بمش. سلام مامانی، چی تری خانه ای طلو؟
آره ما هم خوبیم الهی شکر. آره دیگه جا گیر شدیم و همه چی هم نمونه. آره حساب کنم اونم آدمه خوبیه، فقط یخت اونوقه فعلا دلش پاکه. بچه ها خوبی هن. آره یه دین روز بهی داریم که بچه مشهده میخواد مهندس بشه، یه دین مرتضایی داریم بچه عرب بیله اونم 3 سال دیگه دکتر میشه، یه آرمانی اون وسط هست که اونم گویا پسره یکی از این دوستایی حساب خونمونه. آره همهشون آدم حسابی هست به جز آمدی الاده. همهشون از من بهتر. آره حالا سر درد نیارم مامانی، ببین من شارژم خیلی کمه داره تموم میشه، میخواستم بهت بگم که من الو حکمده داشته باشه، یعنی حتی من میخوام قضیه پولا بگم این شارژه گوشی واسه تموم شه. دمت گرم. چی کار میکنی برود من هست؟ ای چیزی نشو ببینمه چی کار داری میکنی؟ همه جا سالمه بگو. اینجوری به مافت نداره داداش. آخ وخی از بول علیم دکتمه دیگه دل هشین همه خریداد پخش و فلا شد رو زمین خریده. من دوش ما آن ندارم با ناله سودا کنم. چی میگی؟ من پیک موتوری هم اینم خریده مردم بود از بسشو میبردم. آخ این از قدیم میگم در همیشه روی پاشنه سر نچرخنه. ها؟ میگن که چیزه در همیشه روی پاشنه نمیشن تا روی پاشنه. آها حالا میخوایی چیکار کنی؟ برمیگردی مغازه؟ بر نگردم، معلومه که برمیگردم. شغال که از باغ غر کنه منفعت باغبانیه. آره نفهمیدم. چرا میگم شغال که از چیز غر بکنه از باغ افتاد، منفعت برای باغبونه. آها باغبونه فهمیدم. چقدر باحالی تو، همه چی با ضرب المثل میگی. چی فدا؟ ببین من یخت دست بالام خالیه، بلا کمکت میکردم ببخشین دستم خالیه. دست خالی واسه سربازون هسته. دست خالی واسه تی سرزدن خوبه. حالا کجا میره من برسونمه؟ من شارژه و بایلم تمام شده، دنباله یه دیگه این تلفن همگانی ها میکردم زنی بسن. همگان میگنی داره میگه هست هنوز؟ نی؟ مال چه دوره هستی داداش؟ اکنون اکنون جان بفر بالا تا یه جایی برسونم کار جا بیاسه. دسته در نکنی سلا به به بزن زنگو ببین کی اومده. شکره دم هرچی خان، شما نمیخوای یه تورنمنت اینجا برای ما برگزار کنی؟ نیستی که اگه بودی اول همین ماه یه تورنمنت حسابی میذاشتی. فدا چیم به چیم هستم؟ آره برو بشین. آورشی ها جان ایشون هم نوایی هم که میگفتی؟ آره آقا مسعوده قهرمان 3 دوره مسابقات هم اینجا از قول محل آخره. شاگرد قبول میکنه؟ نمیدونم بپرس ازش، اگه قبول کنه چند نفر دیگه هم هستن اینجا رو ثبت نام کردن. ها برید میکنه از اونفرش فرد بیدیم برکه پالا. سلام آقا مسعود. بله استاد به من آموزش میدی؟ آموزش؟ خب بس ببینم شرایطش داری یا نه. شرایطش چیه؟ اول این که بس یادت باشه بازی همیشه جدیه، دوم این که میتونی بگی برای من یه شارژ بگیری بیای؟ آره آره حتما. الو مامانی گوشی بسه جون کلاس فعلا کنسله. الو مامانی شارژم تموم شد. آره نه مشکل ندارم، نمیخوام برگردم. آره فقط باید یخت پول لازم دارم برای یکی از بچه‌ها، یه مشکلی به وجود اومده. همش دامیو. فقط مامانی من به بابایی نمیگم، خودت بگو. بگم گفت نه، خودت یه کاریش بکن باشه؟ با قول قولت میدم دیگه هیچ وقت هیچ درخواستی از اون نداشته باشم. واقعی میگی؟ نو کردم من تا نیم ساعت دیگه اونجا. مامانی شما هیچ میدونستی بهترین مادر دنیایی؟ یه
گفت فعلا این 2 میلیونی که بدهکاری رو بیار بده، بعد راجع به اون 10 تومن یه فکری میکنی. خب خوبه دیگه، برو 2 تومنش رو بده دیگه. ساده ای؟ ساده ای دیگه. ما خودمون یه عمری با همین وعده ها طلب اونو وصول کرد. بفرمایید، اینم 10 میلیون چکی ناقابه. مسعود از کجا؟ از مامان بابام گرفتم. مسعود دمت گرم. بابا چیزی نگفت؟ چرا؟ گفت وقتی اینجا زندگی میکردی یا خرجت خیلی کم تر از الان بود که رفتی رو پا خودت واسی. من باید بهتون بگم عزیزم، واقعا ممنونم ازتون. این مشکل بزرگ حل شد و به دست شما حل شد. خواهش شما برم. بسیار بسیار ممنونتونم. بجد 20 میلیون مبلغ کمی نیست. توسط شما دانشجوی عزیز از زور تا حالا اینو بجد تهیه کردید و مشکل من حل شد. انشالله که قربونتون برم بتونم جبران کنم و به سرعت هم جبران بکنم. شرمندتون نمونم. نه فرمون تو خورم. ارزش شما خیلی بیشتر از این حرف است. قربونتون برم. بسا بفرمون که لذت بردیم. من بزرزم. واقعا سمه صاحب سخن را بر سر زمان. شما لطف دارید. خیلی بزرزم. یه چیزی میخواستم بهتون بگم. من برای همیشه اونجا نمونم شه دخترم، برمیگردم. الهی شکر. به این مهمی نیستش که من باز بتونم نقش اول بگیرم یا نه، یا زخم به سازم بزنم یا نه. مهم اینه که من کجای دنیا میتونم یه آدم های با مرام با معرفت قد شناس مثل شما پیدا کنم. ای بابا دیشب خواب خدا بیامرز مادرم رو دیدم. خدا رحمتش کنه. اون دراور یادگار مادرمه. خدا بیامرز. بی زحمت برش کرد. برش کرد. دراور یادگار. خدا بیامرز. شما بیشتر از این مزاحم شما باشید. شما واقعا زحمت کشیدید. خیلی ممنون. متشکرم از شما. بفرمایید. خدا نگهدار. قربانتون باشم. ببینید بچه ها، خب روز به هم بود. چه ها بزنید بزنید که یه نیم رو 10 میلیون پامون آب خورده. دمت گرم آقا مسعود. پس هم که این تدیگیه بیا اینا تیجه دون میزنم. این تدیگیه رو بیشتر دوست داری یا دراور مادر و استاد رو؟ ببین از سری و اخ گفت دراور حامدی، یعنی تو یه تپه ای رو فتح نذاشته نذاشتی گوش بره. پرورم داره میگو سرخوش خودش شنی 2 میلیون پسندیده است. شب طوفانی تا دشت ها سفر کنم، باید که از این شهر شهر بارانی تا رود ها گذر کنم، باید که خستگی ها را بردارم تا فردا ها بروم، باید که از این روزگار غریب تا دریاها بدوم، مثل یک شب شب طولانی، مثل یک آبی آسمانی، مثل یک رنگی کمون هفتم، سرگذشت زندگیمون رنگ رنگ، مثل یک شب شب طولانی، مثل یک آبی آسمانی، مثل یک رنگین کمون هفتم، سرگذشت زندگیمون رنگ رنگ.
سپس کوچه این شهر و دیار.